بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز تلویزیون ترو، علاقمندان برنامه افطاری، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دکتر سیب سلیمان نصاری با ما هستن و پیرامون روزه و صحت صحبت هایی داریم. دقیقا تماما ارشادات قرآنی و هدایات الهی که برای بشر هست همهش خالی از فوائد نیست. ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث ارشاد می فرمایند که صوم و تصح و روزه بگیرین تا صحتمند باشین. بشنویم از زبان دکتر صاحب که روزه در صحت انسان، به صحت انسان چقدر مفید هست و چه نوع روزه می تانه به صحت انسان مفید تمام شود. سلام جناب دکتر صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. علیکم السلام، تشکر از اینکه ما را دعوت کردید. سلامت باشین، تشکر. جناب دکتر صاحب، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث ارشاد می فرمایند که صوم و تصح و روزه بگیرین تا صحت مند باشین. می خواهیم که پیرامون از این حدیث صحبت هایی داشته باشین و از شما بشنویم. تشکر از سوال شما محمد و بی خود. سلام خدمت شما بیننده هایی که مکنون برنامه ما شما را مشاهده میکنه. امیدوار هستم که همه لباس عافیت به تن داشته باشند. واقعا موضوع ماه مبارک رمضان که متفاوتر از 11 ماه دیگر هست که در این ماه انسان ها خورده نوشه در یک وقت مشخصش بند میکنه، ولی دو نقطه حساس در اینجا مهم هست. کی گفت که نخورین؟ بذار امو ذاتی که انسان ساخت، بله، انسان میسازه. حتی در سوره واقع میگه وقتی که اسپرم اوام القا میشه و پروسیدیسر ساخت ساز انسانی شروع میشه، آیا اینا را کی میسازه؟ پس پروردگار میسازه. ذات پروردگار گفت که روزه بگیر. دوم امی حدیث شریفه که شما خواندین، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که شما روزه بگیرین صحتمند شوید. پیش از اینکه به بخش صحت روزه شروع کنیم، دوباره شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تمام جهان تحقیق میکنه، یکی از دکترای بسیار مشهور فرانسه تحقیق میکنه، میگه ما دانشمندا را مطالعه کردیم ولی پیغمبر متفاوتر از همه بود. دیگه دانشمندا تحقیق میکردن، مطالعه میکردن، رساله داشتن، کتاب داشتن، ولی این یک نیروی داخلی داشت که یک ارتباط بسیار مستقیم که با ذات پروردگار داشت. هر من چیز وقتی که میخواست سوال کنه، خداوند مستقیم برش جواب میداد. و یکی از علتهای عمده امی هست که امو وقتی که 14 قرن پیش پیغمبر موضوعی را گفته بود که شما بکنین، تا امروز مور تایید داره. از اون جمله یکی امی روزه هست که روزه بگیرین صحتمند میشین. دقیقا خدا میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اینا در جهان وقتی که در لندن سر موضوع روزداری مسلمان ها تحقیق شد، در 2013 صدها جورنال نشته شد و جورنال ها را مردم های غیر مسلمان نشته کردند که روزه آیا به وجود انسان بین که از لحاظ منطق، از لحاظ تکنولوژی طبی ایره مطالعه کنیم که معصر است یا نیست. در آخر اونا چکیدگی هایشان ای بود که روزه برای چند قسمت وجود انسان نهایت معصر است. از اون جمله به خاطر کم کردن وزن هیچ چیز موثرتر برابر روزه نیست. هیچ ادویه هست، دیگه کارها هست، ولی عوارض جانبی خود در کنار داره. یگانه چیزی که خالص موثر هست، هیچ نقص داره، ماه مبارک رمضان روزه است. و دیگه در امی جورنال ها بالای سیستم های مختلف انسان، حتی در تعدیل شخصیت، مرض پارکنسون، هایپرتنشن، فشار بلند، حتی مرض شکر، همه اینها را روزه میتونه کنترل کنه. یکی از تحقیقات های جدیدی که در امی وقتا صورت گرفته در رابطه با روزه بوده، وقتی که مسلمان ها در یک هفته تحمل میکنن گشنگیره، این در هر 8 ساعت وقتی غذا وجود انسان نمیگیره از ذخیره خود مصرف میکنه. بله. یک در امی وقتی یک هورمون هست به نام اندوفرین. اندوفرین در وجود ترشح میشه. وظیفه از این شادابی وجود انسان هست، خوشحال نگاه کردن انسان هست و جلوگیری از اعتیاد مواد مخدر میکنه. چقدر عالی. اندفرین که وقتی مطالعه میکنن که این چه وقت در وجود باید ترشح کنه، در هیچ وقت زمان این در وجود ترشح نمیکنه مگر در ماه مبارک رمضان. بله بله. چقدر یک دلیل خوب منطقی است که اگر ما برای غیر مسلمان ها امیر یک کنفرانس بین المللی بگیریم که بیاین با میکروسکوپ های بین با تحقیقات جدید امی وجود انسان که خداوند گفته روزه بگی، پیغمبر گفته که صحتمند میشین، اینا روزه را گشنگی تحمل میکنه، این هورمون چطور ترشح میشه؟ هورمونی که امروز بحث بسیار کلان طبی هست و بعد از این هورمون باعث خوشی انسان میشه، تراوت انسان میشه. حتی امروز جوانایی که به طرف مواد مخدر میرن، یگانه علتش در وجودشان کاهش این هورمون دانستن، کمبود این هورمون دانستن. و امروز در جهان بالای این موضوع تحقیق مورد تایید موندن که یگانه چیزی میتونه که
احتیاط مواد مخدر کاهش بده گرفتن روزه هست که روزه میتونه که امروز این مزرعه بسیار کلانه که جهان رنج میبره، جامعه افغانستان نهایت از این رنج میبره، فامیلا بسیار متضرر شدند. میتونیم که حتی با روزه با امی اندوفرین، حتی ما کلمه اندوفرین میگیم، دوستای ما میتونن که میره سرچ کنن در اینترنت تحقیق کنن، ای از برکت ما این مبارک رمضان. بله بله جناب دکتر صاحب، یک تعداد به این عقیده هستند که اگر ما روزه میگیریم شاید روزه یک ظلمی هست که بالای خود تحمل میکنیم و گشنگی و تشنگی را در روزهای دراز متقبل میشیم و متحمل میشیم، شاید یک ظلم باشه بر وجود ما. چقدر میتونن که امی قسم که شما گفتین که روزه تحقیقاتی که صورت گرفته فایده های خاص خود را داره، این روزه که ما و شما میگیریم چقدر مفید میتونه باشه و چقدر میتونه که از این حالت دور بسازه انسان را که مو بفهمه، شخصا بفهمن که نه، این روزه که ما میگیریم این ظلم نیست، این تنها یک عبادت نیست، بلکه در پهلوی از او هزاران فواید دیگه داره که بعدها شاید کشف شود. بدون شک جناب پوپلزی صاحب، همین قسمی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که روزه بگیرین شما صحتمند میشین، یکی دیدگاه های فردی انسان ها است که این میتونه متفاوت باشه. بعض وقت انسان ها منطقشان اما تو حساب فیصله میکنه که امی چیز شاید حقیقت باشه، یعنی امو چند سنه گشنگی و گرسنگی را اینا میار قرار میتونن میگن شاید یک نوع ظلم باشه. ولی پیام ما برای او انسان هایی که روزه نمیگیرن و او انسان هایی که ایر ظلم میگن ای است که نه، هیچ وقت تمام حق انسانی را خدا خلق کرده، دیزاین دیکورش خدا جور کرده، خدا همه کرده که روزه بگیرن. امروز در عرصه توابت ثابت شده ما 11 ماه در سیستم هاضمه خود غذا را میگیریم، به مصرف میرسانیم، از انرژیش استفاده میکنیم و یک مقداری که اضافه میمانه وجود او را ذخیره میکنه. اینال اینی ذخیره در کدام وقت زمان از وجود خارج شود؟ هیچ سیستم نیست، هیچ میار نیست. حتی امروز در لندن، در امریکا شفاخانه های جور کردن به نام روزداری، کلینیک های جور کردن به نام روزداری، هیچ دوای موثرتر از روزه بالای سیستم هاضمه انسان نیست. و اینا که روزه میگیرن، سعی کنید امی فرمولتی که در جهان ثابت شده، وقتی که ما در 11 ماه ذخیره میکنه وجود ما و او کندوها در وجود خصوصا در جگر، هیچ یک موقعی نیست که تخلیه شود. ما که روزه میگیریم در جریان 30 روز 16 ساعت 17 ساعت فاقه‌گیری تحمل میکنیم، گرسنگی تحمل میکنیم، بعد از 8 ساعت بعد این ذخیره ها مصرف خود شروع میکنند. امی یک دیاگرام بسیار خوب هست، تا 30 روزه زمینه و فرصت به این مساعد است که تمام ذخیره هایی که در آینده منجر امراض میشن تخلیه میشه، نجات پیدا میکنند. نه تنها که ما روزه را به خاطر از این میگیریم که محبت به خداوند داریم، عشق و حلاقی که داریم بالای ما فرض هست، در کنارش حکمت ها را امروز مردم های غیر مسلمان یک تا برای ما آدرس میتن، در سایت های خود میمانن، در موضوعات کتاب های خود درج میکنن که روزه به این شرط مؤثر است. اگر این مؤثریت انسان بفهمه که به خیرش هست، ای ولی ابو تحمل گشنگی و گرسنگی را ظاهرا میبینه، خود ذخیره تخلیه نمیشه. بله بله. باید او را تحمل کنی. اگر یک نفر پیچکاری میشه، سوزن فکر میکنه که درد داره، درد داره، ولی او دوایی که میره چی مؤثریت خود داره؟ بنام روزه رو من توسام اینا ظاهرش میبینن که شاید سخت باشه، ولی در حقیقت در وجود انسان فایده های بسیار دیگه هم داره که مؤثریت چه زیادتر است. سپاس جناب استاد. فکر می کنیم یک دقیقه کمتر وقت داریم، یک سوال دیگر هم مطرح می سازم. کسایی که تکلیف شکر دارن، اینا هم میتونن روزه بگیرن یا نه؟ در تکلیف شکر دکتر صبا نظر عمومی همی هستن که با دکتر خود مشوره کنه. ما دو نوع شکر داریم، تایپ 1 تایپ 2 هست. در تایپ 1 بعض وقت مشکلات هست که با هایپوگلیسیمیا میرن، با دیابتی کوما میرن که در اونجا اجازه افطار هست، ولی بعض شکرها که مایات درست بگیرن و شکرشان لولشان کنترل شوه، روزه مؤثریت خود داره که بگیرن. سپاس جناب استاد. دقیقاً هر آن چیزی را که الله متعال جل و علا شانه برای هدایت بشر و به خاطر راهنمایی بشر روان کرده خالی از فواید و حکمت های نیست. این بود برنامه امروز و در ادامه با همکارای خوبم مجیب جان و هدیه جان باشین. وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.